درود بر شما. 17 اردیبهشت ماه 1400 خورشیدی و 7 می 2021 میلادی. امشب در صفحه آخر میپردازیم به حضور رهبران القاعده در ایران و هدایت این شبکه تروریستی از داخل ایران در پناه جمهوری اسلامی. البته پرده آخرم طبق معمول آخر برنامه. آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا که یک آژانس دولتی است، گزارش سالانه‌اش را در 9 اردیبهشت ماه 1400 منتشر کرد که در بخش مربوط به القاعده آمده است در طول یک سال گذشته فشار ضد تروریسم بخش‌هایی از رهبری ارشد القاعده را از بین برده و در حالی که ایمن زواهری جانشین اسامه بن لادن همچنان مخفی مانده، شماری از رهبران القاعده مستقر در ایران بر شبکه القاعده نظارت میکنند. این گزارش سازمان اطلاعات دفاعی و نظامی دولت بایدن بسیار مهم از این نظر که این سازمان یا آژانس مهمترین نهاد اطلاعاتی وزارت دفاع آمریکاست و گفته میشود بر اساس نوشته برخی از منابع که حدود 70% گزارش‌های هفتگی که به پرزیدنت بایدن، یعنی اصلا به رئیس جمهور آمریکا در هر دولتی داده می‌شود، از همین آژانس اطلاعات دفاعی است. خب 3 ماه قبل از انتشار گزارش سالانه آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا، شورای روابط خارجی آمریکا در 23 بهمن 99 نوشت جمهوری اسلامی رهبران القاعده رو در ایران نگه داشته تا مبادا القاعده اقدامی علیه منافع جمهوری اسلامی انجام بده. همزمان امکانات رهبری القاعده از داخل ایران رو برای آنان فراهم میکند. قبل از اینکه ببینیم چه افرادی از خانواده بن لادن و رهبران القاعده در ایرانند، فکر میکنم لازمه که یه مختصری درباره اسامه بن لادن و خانواده‌اش بگم، بعد بریم سراغ اصل مطلب. در واقع اسامه بن لادن متولد اسفند 1335 خورشیدی در ریاض عربستان. 3 سالشه که پدر مادرش از هم جدا میشن و سرپرستی اسامه رو ناپدریش به عهده میگیره. پدر اسامه بن لادن محمد بن لادن مالتی میلیاردر شده بود از ساختمانسازی در عربستان به واسطه قراردادهایی که از دولت عربستان سعودی می گرفت. ملک عبدالعزیز که پادشاهی سعودی رو بعد از جنگ داخلی، بعد از 30 سال جنگ، در دهه 30 میلادی پایه‌گذاری می کنه، رابطه نزدیکی با پدر بن لادن داشت، با محمد بن لادن. این خیلی مهمه این تیکه رو در نظر داشته باشیم که مثلا همیشه به ما گفتند که به ما، یه منظورم ما که از بچگی همینجوری کتابایی درباره چه میدونم این دولت‌های منطقه و اینا می‌خوندیم یا مقاله‌هایی می‌خوندیم فلان اینا، که انگلیس آمد در منطقه دولت‌ها رو تقسیم کرد، شیوخی رو هم گمارد در اونجا. وقتی تاریخ عربستان سعودی رو می‌خونیم برای مثال، می‌بینید که حدود 200 سال اینا جنگ داخلی داشتن، دست به دست شده قدرت، و این وسط مثلا یک دوره‌ایشو امپراتوری عثمانی مثلا میاد میگیره، بعد دوباره خود قبیله های عرب، عربستان سعودی میان با جنگ اینو میگیرن. آخریش ملک عبدالعزیز که بعد از 30 سال جنگ، از 1901 میلادی تا 1931 میلادی طول میکشه تا اینکه میتونه این در واقع پادشاهی عربستان رو اعلام میکنه در سال 1932. محمد بن لادن پدر اسامه بن لادن با ملک عبدالعزیز روابط بسیار نزدیکی داشت و این پیوندم به دلیل وهابیت بود، پیوند ایدئولوژیک در واقع بین هر دو. عبدالوهاب که 200 سال پیش در واقع ظهور میکنه در شبه جزیره عربستان، او خانواده سعودی رو مجاب میکنه که در واقع پیرو عبدالوهاب بشن، که این هم در واقع شاخی از سلفی ها اگه بتونیم بگیم.
معتقدند که اسلام یعنی 300 سال اول، بقیهش ساختگیه و ما باید برگردیم به اعتقادات و ارزش‌های همون 300 سال اول که البته در وهابیت به ویژه شاخه‌هایی که بهشون جهادی و اینا میگن بخش احکام و احکام قرآن و خشونت‌هایی که به هر حال به صورت آیه در قرآن هست، این بخشش خیلی برجسته است و اصل شده. حالا بگذاریم از این قسمت. محمد بن لادن که عرض کردم مالتی میلیاردر شد از طریق به ویژه وقتی که پادشاهی عربستان سعودی در سال 1932 31 32 تأسیس می شود، همزمان شرکت جهانی بین المللی ساخت و ساز درست میکنه محمد بن لادن و این گروه در همون موقع تأسیس میشه. امروز یکی از بزرگترین هلدینگ های ساخت و ساز در دنیاست هلدینگ بن لادن. این هلدینگ امروز فرزندان محمد بن لادن پدر اسامه بن لادن اداره میکنن. 54 تا بچه داشته، نمیدونم امروز چند تاشون زندن، البته اکثرشون شاید همشون اینا اداره میکنن. 22 تا زن داشته بابای بن لادن. بگذاریم، 22 بار ازدواج کرده دیگه، حالا من جزئیاتشو مثلا ربطی به این برنامه نداره. مادر و یکی از برادرای اسامه بن لادن در گفتگویی که با روزنامه گاردین لندن در سال 2017 میلادی 4 سال پیش کردن، گفتن بن لادن در دانشگاه جده اقتصاد میخوند و بسیار درس خون بود و شاعر مسلک، شعر میگفت و اینها. 20 سالش بود که تو دانشگاه بسیار تحت تاثیر یکی از دانشجوها قرار میگیره که عضو اخوان المسلمین بود، اون آدم عبدالله عظام بود که بعداً میشه یکی از مشاورای روحانی بن لادن در شبکه القاعده. این نکته رو عرض کنم و بگذاریم که برادر سید قطب، محمد قطب، که بعد از اعدام سید قطب در مصر در زمان ناصر از مصر به عربستان رفت و اونجا زندگی میکرد تا 6 سال پیش که تو مکه مرد، فکر و راه تکفیری برادرش سید قطب همیشه ترویج و تبلیغ میکرد و تو کلاساش در جده اسامه بن لادن شرکت میکرد تو همون دوره نوجوانی و جوانی. سید قطب برادرش مهمترین مروج اخوان المسلمین و مبلغ اون چیزی که بهش میگیم فکر تکفیری به اصطلاح اوست. یکی از آدمایی که آقا امام خامنه‌ای خیلی ازش تأثیر گرفته از اول زندگی آخوندش، ترجمه هایی که از نوشته های سید قطب کرده خامنه‌ای از سال 1300 و حدود 40-41 تا امروز در 3 کتاب منتشر شده بارها که جدیدترین چاپ ترجمه کتاب فی ظلال القرآن همین دو سال کمتر از 2 سال و نیم پیش منتشر شد. تأثیر خامنه‌ای و از سید قطب و ارادتش به نواب صفوی رهبر فدایان اسلام که بارها هم گفته در صحبتاش همین همفکری ایناست. نواب صفوی هم پیرو سید قطب بود و خیلی جالبه همینجا بگم که جهاد اسلامی، جماعت اسلامی مصر که سال 1360 60 خورشیدی انور سادات رئیس جمهور مصر رو ترور کرد کشت، سال 1380 خورشیدی یعنی همون سال حمله القاعده به آمریکا، به برج دوقلوی آمریکا، با القاعده در مصر اعلام کرد که ادغام شده، متحد شده. این یه نکته داشته باشین پس ذهنتون. اهمیت این ادغام در این برنامه این است که خالد اسلامبولی قاتل انور سادات رئیس جمهور مصر در جمهوری اسلامی میدونه که خیلی قاب گرفته میشه، خیابون وزرای تهران رو اسمش رو گذاشتن خیابون خالد اسلامبولی که میدانید. بعد محمد شوقی الاسلامبولی برادر خالد اسلامبولی، برادر قاتل انور سادات، بعد از زندانی شدن اعدام برادرش از مصر فرار کرد، همون موقع رفت افغانستان، بعد پاکستان، بعد ایران. سالها در ایران آزادانه زندگی میکرد و اصولا رهبران جماعت اسلامی مصر در ایران هستن، رفت آمد دارن اینها. در ششم شهریور 90 محمد شوقی برادر خالد اسلامبولی برمیگرده مصر، طبیعتا بازداشت میشه چون قبلا اصلا حکم اعدام داشته.
هفتم اسفند 90 یعنی همون سال به دلیل آنچه دادگاه اعلام میکنه بیماری و عدم تحمل زندان آزاد میشه. ایشون یکی از رهبران القاعده است که رسما جمهوری اسلامی میگه 8 سال در ایران زندگی دائم داشته و به ایران رفت و آمد داره و به خانواده بن لادن هم بسیار نزدیک بوده از اول. خب روشنه چرا جهادی معروف مصری که بیشتر به اخوان المسلمین نزدیکه با خانواده و رهبران القاعده هم فکر و هم کاره. و جالبه که خود اسامه بن لادن تحت تاثیر اخوان المسلمین و مخصوصا سید قطب، یعنی مرادهای حضرت آیت الله خامنه ای، القاعده رو به وجود میاره که خامنه ای میره ترجمهش میکنه. و این برای ما جالب تره که سید قطب بسیار مورد علاقه خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی است. فرض کردم 3 تا از کتابای رو خامنه ای به فارسی ترجمه کرده که چی بشه؟ شما وقتی به هر حال یه هدفی دارید از انشار کتاب، ترجمه کتاب به ویژه، و وقتی که رهبر یک مملکت، رهبر سیاسی یک مملکت، یک نظام سیاسی هستین، چرا این کاری میکنین که راه و رسم تکفیری ها به اصطلاح در ایران ترویج بشه؟ جز این نیست که پول که نمیخواد از کتابش در بیاره خامنه ای. واقعا شگفتی آور نیست این همدلی ها و همراهی ها. باری برگردیم به اسامه بن لادن. 12 اردیبهشت 1390 بن لادن در منزل مسکونیش در ابوتاباد پاکستان کشته میشه. 10 سال بعد از حمله القاعده به برج دوقلوی سازمان تجارت جهانی در نیویورک و ساختمان وزارت دفاع آمریکا در نزدیکی واشنگتن دی سی که نزدیک 3000 نفر غیر نظامی کشته شدند در اون حمله، دو حمله، و حدود 6000 نفر زخمی غیر نظامی مردم. اون موقع حکومت طالبان در افغانستان سر کار بود. دولت آمریکا درخواست تحویل دادن رهبری القاعده رو کرد از دولت طالبان که طالبان رد کردند. آمریکا به افغانستان 3 هفته بعد حمله کرد. بعد از حمله آمریکا به افغانستان بود که بن لادن رفت به پاکستان و در ابوتاباد ساکن شد، در شمال غربی پاکستان که هم مرز با کشمیر، هند و پاکستان، سرینگر و اینها در اون منطقه کشمیر، اونجا یکی از در واقع مراکز خیزش همین بنیادگراهای اسلامی است. در اون منطقه مرزی ساکن میشه در واقع. ابوتاباد نزدیک اسلام آباد هم هست، حدود 110 کیلومتر با اسلام آباد فاصله داره، ولی خودش یک منطقه جنگلی است و بیشتر نظامی. 3 تا از زنای بن لادن موقع حمله نیروهای ویژه آمریکا به خونه بن لادن در ابوتاباد تو خونه بودن. ام حمزه، مادر حمزه، ام خالد و جوانترین زن بن لادن امل عبدالفتاح یمنی و یه عده بچه قد و نیم قد و 2 تا پسر نوجوان، همه از بن لادن. امل در اون حمله نیروهای ویژه آمریکا به منزل، به اتاقی که بن لادن توش بود، عمل خودش میندازه جلو، در واقع در دفاع سپر بن لادن میکنه، یه تیر به پاش میزنن و زخمی میشه. یکی دیگه از پسرهای بن لادن از زن دیگه‌اش کشته میشه و بقیه رو آمریکایی‌ها اصلا نمیبرن با خودشون، فقط جسد بن لادن رو با هلیکوپتر میبرن، بقیه رو همسایه‌ها پاکستانی‌ها، نیروهای ویژه پاکستان میان میبرن. در واقع بازماندگان بعدن همه میرن افغانستان و بعد ایران در پناه جمهوری اسلامی، از جمله ام حمزه با پسرش حمزه، کوچکترین پسر اسامه بن لادن از شمار 15 پسر اسامه بن لادن. اینکه دقیقاً چند تا زن و پسر و دختر اسامه بن لادن در ایران باشن هیچ منبع موثقی تا حالا فاش نکرده و این لحظه هم بنده نمیتونم بگم دقیقاً چند نفرشون تو ایران از این خانواده. آنچه مسلم است حضور قطعی یکی از همسراش به اسم ام حمزه و 5 تا از پسراش و یکی از دختراش. دخترش به اسم ایمان با یکی از برادراش به اسم بکر در رفتن تو تهران از تور محافظا، رفته بودن برای خرید و اینها، از تور محافظا در رفتن و رفتن پناهنده شدن به سفارت عربستان سعودی در تهران، رفتن سعودی.
و اینکه در سعودی موندن یا نه بستگی به نمیدونم الان در سعودی هستن یا نه، چون دولت عربستان سعودی تمام افرادی از خانواده سعودی رو که در لیست تروریسم بین المللی قرار دارند و داشتند همه رو سلب تابعیت کرد در واقع، و اونایشون که در فهرست پیگرد تعقیب بین المللی به دلیل تروریسم نیستن خب قطعا میتونن در سعودی هم بمونن. باری افراد دیگه از اعضای ارشد القاعده در ایران کیان؟ سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا فیلمی از مراسم عروسی حمزه بن لادن در ایران رو منتشر کرد. این فیلم از جمله اسنادی است که از خونه بن لادن در ابوتاباد پاکستان به دست آوردند آمریکایی‌ها، و در 1 نوامبر 2017 این فیلم منتشر شد، یعنی در 10 آبان 1396. ببینین دیگه، این حمزه بن لادن، این مراسم سال 1385، یعنی 4 سال بعد از 11 سپتامبر. حمزه بن لادن اینجا 17 سالشه. العربیه در توضیح این فیلم نوشت: در این ویدیو شماری از رهبران تشکیلات القاعده که نام آنها در فهرست تروریسم بین المللی درج شده، از جمله محمد شوقی الاسلامبولی برادر خالد اسلامبولی، سلیمان ابوالقیس الکویتی داماد اسامه بن لادن و سخنگوی سابق تشکیلات القاعده هستند. در این مراسم سیف العدل هم حضور دارد. همچنین ابوالقیس همسر فاطمه بن لادن دختر اسامه بن لادن، سعد بن لادن پسر بزرگ اسامه بن لادن و داماد ایمن زواهری فرد شماره 2 القاعده در زمان اسامه بن لادن، همچنین دیگر فرزند بن لادن حسن بن لادن در کنار برادرش محمد بن لادن که همگی آنان در ایران اقامت داشتند در این ویدیو مشاهده می شوند توی این مراسم عروسی. میبینین دیگه حمزه بن لادن در کنار برادرش نشسته که اون برادرش میگه این نهمین برادرم که من دارم زنش میدم. خلاصه در 17 سالگی آمریکا برای اطلاعات کمک کننده به دستگیری حمزه بن لادن $1,000,000 جایزه تعیین کرده بود. یه مختصری درباره این افرادی که عرض کردم بگم، بعد بریم سراغ مهمان محترم برنامه که جزئیات همکاری جمهوری اسلامی و القاعده رو ایشون متخصصشن و توضیح خواهند داد. باری حمزه بن لادن کوچکترین پسر بن لادن، حملات 11 سپتامبر 2001 به آمریکا، حملات القاعده که انجام میشه، حمزه 11-12 سالشه. 12 سالشه. بعد از اون حملات حمزه با عده‌ای از رهبران القاعده و بقیه اعضای خانواده بزرگ اسامه بن لادن به ایران پناهنده میشن. حمزه در سن 17 سالگی در تهران ازدواج میکنه با دختر ابو محمد المصری از رهبران ارشد القاعده در ایران. 10 سال بعد، یعنی حمزه 27 سالشه که در وزیرستان پاکستان توسط نیروهای ارتش پاکستان یا افغانستان به هر حال کشته میشه. پدر زن حمزه بن لادن ابو محمد المصری همین پارسال در خیابان پاسداران تهران گلستان یکم ترور شد و کشته شد. تو ماشین دخترش مریم، زن در واقع بیوه حمزه بن لادن هم بوده که اونم کشته میشه. نیویورک تایمز در کی نوشته این مطلب؟ نیویورک تایمز در 23 آبان 1399 می شود نوشت که با اطلاعاتی که از مقامات امنیتی آمریکا به دست آورده، المصری همین که کشته شد فرد شماره 2 القاعده و عروس اسامه بن لادن در خیابان پاسداران تهران کشته شدن و یعنی تایید شده. جالب اینه که آمریکا $10,000,000 جایزه گذاشته بود برای اطلاعاتی که به دسترسی به این آدم منجر بشه. به گفته مقامات اطلاعاتی آمریکا، آقای المصری از سال 2003 در ایران بوده. الان 2021، یعنی پارسال 2020، یعنی حداقل 17 سال در ایران بوده و حداقل از سال 2015 در خیابان پاسداران تهران
از محله های بالای شهر دیگه میدونین، آزادانه زندگی میکرد. یعنی عرض کردم 17-18 سال در ایران زندگی میکرد آزادانه. اول جمهوری اسلامی مطلقا سکوت کرد درباره این ترور. بعد که خبر نیویورک تایمز نوشت که ماموران ویژه اسرائیلی در تهران به درخواست آمریکا که دنبال این آدم میگشت با اون اعلامیه در واقع جایزه که تعیین کرده بود و منتشر کرده بود دنبال این آدم میگشت، خب اینا رو ترور کردن در تهران، بنوشته نیویورک تایمز. وقتی که این علنی شد، رسانه های خبری جمهوری اسلامی کشته شده های این حادثه رو نوشتن. فردی است 58 ساله به اسم حبیب داوود، استاد تاریخ لبنانی، و دختری 27 سالش مریم. بجز اسم مریم همه گزارش هایی که رسانه های جمهوری اسلامی در مورد اون ترور نوشتن دروغ بود. حبیب داوود و استاد تاریخ و اینا در واقع ابو محمد المصری عملا رهبر القاعده بود که از ایران به همراه چند رهبر دیگه القاعده شورای محرمانه رهبری جهانی القاعده رو مدیریت میکرد. این که میگم عملا رهبر القاعده بود چون ایمن ظواهری بعد از کشته شدن اسامه بن لادن شد اسمن رهبر القاعده. زمان اسامه بن لادن فرد شماره دوی القاعده بود، ولی خیلی زود حضورش و حتی اسمش کمرنگ شد و بارها شایعه مرگش پخش شد و الان هم معلوم نیست زنده است یا مرده. به هر حال المصری عملا رهبر القاعده شد و از مسئولان ارشد عضو شورای محرمانه رهبری جهانی القاعده بود. با کی؟ با سیف العدل و حمزه بن لادن که داشت جای پدرش رو میگرفت. داشت شواش هاش بزرگ میشد، یعنی میگفتن در آینده میشود اسامه بن لادن. اینا جزو گروهی از رهبران ارشد القاعده بودن که بعد از حملات 11 سپتامبر در آمریکا مجبور شدن از افغانستان فرار کنن و در ایران پناه بگیرن. اونم در تهران، اونم در ویلاهای لاکچری در گلستانهای خیابون پاسداران. المصری که در تهران پارسال ترور شد که عرض کردم خبرشو، حمزه بن لادن 4 سال بعد از ازدواجش در تهران رفت افغانستان و در جنگ جهادیش کشته شد. سیف العدل همچنان در ایرانه و رسما رهبر نظامی و فرمانده کل شبکه القاعده است. سیف العدل رو قدرتمندترین فرمانده القاعده میگن منابع اطلاعاتی که از زمان بن لادن مورد احترام و ارادت اعضای القاعده و هسته‌های عملیاتی القاعده بوده. و همین سیف العدل ابو مصعب زرقاوی رو به بن لادن معرفی کرد. زرقاوی که در عراق کشته شد، از بی‌رحم‌ترین رهبران القاعده بود که بارها مسئولیت کشتار جمعی غیر نظامیان در عراق رو با انتشار ویدیو شخصا به عهده گرفت. بعد در ایران افسون بر سیف العدل که زنده است و مقرش در ایرانه و آمریکا 10 میلیون دلار جایزه تعیین کرده برای اطلاعاتی که به دستگیریش منجر بشه، که خب برو از جمهوری اسلامی بپرس دیگه. بقیه رهبران القاعده که در ایرانند، یک عبدالرحمن المغربی است، رئیس عملیات رسانه‌ای القاعده و مؤسس اصلی رسانه‌ای القاعده که به اسم الصحاب این مجموعه انتشارات داره اینها در فضای مجازی بویژه. آمریکا برای اطلاعات که به دستگیری این آدم مغربی منجر بشه 7 میلیون دلار جایزه تعیین کرده. خب برو بگیر. یکی از دستیاران مغربی در ایران قتال عبدلی است، از قدیمی های القاعده که بذاریم من بقیه رو بگم بعد، حالا چون فرصت خیلی نیست رو جزئیات دیگه نرم. مسئولیت تدارکات القاعده، مسئول تدارکات کل شبکه القاعده با یاسین از سوری است. این آدم از سالها پیش مسئول حمل و نقل پول و پرسنل به داخل و خارج از ایران بوده. آمریکا برای اینم 10 میلیون دلار جایزه گذاشته برای اطلاعاتی که به دستگیری این آدم منجر بشه. یکس دیگه تو ایران. خوب یکی دیگرشون در ایران که از نسل جدید القاعده است و از فرماندهان نظامی این شبکه تروریستی، ابو حمزه الخالدی است،
14 سال عضو القاعده است، از سال 2007 یعنی 6 سال بعد از حمله القاعده به برج دوقلو و ساختمان پنتاگون در آمریکا. این آدم یعنی ابو حمزه الخالدی با یاسین السوری کار میکنه، با مسئول تدارکات القاعده، و مسئولیتش این است که پیوند بین سلول‌های القاعده و رهبران این شبکه در افغانستان و پاکستان و ایران رو تنظیم میکنه، در واقع سرشبکه پیوند رهبران القاعده در این سه کشور. در گزارش کمیسیون 11 سپتامبر ذکر شده است که در دهه 90 میلادی اعضای ارشد عملیاتی القاعده برای دریافت آموزش مواد انفجاری به ایران رفتند، در حالی که دیگران در لبنان از حزب الله مشاوره و آموزش دریافت کردند. پیش از 11 سپتامبر 2001 شماری از هواپیما ربایان القاعده از مرزهای سرزمینی ایران عبور کرده بودند. بر مبنای گزارش کمیسیون 11 سپتامبر در آمریکا که به کنگره ارائه شد، اختلافات سنی شیعه برای ایران و القاعده لزوماً مانع غیر قابل عبوری در برابر همکاری در عملیات تروریستی نبوده است. شورای محرمانه رهبری جهانی القاعده در ایران که مخفیانه فعالیت نمیتونه بکنه، نمیتونه مخفیانه فعالیت کنه. شما سریالای گاندو رو که میبینین طرف تو اتاقش دست تو دماغش میکنه، تمام شبکه اطلاعاتی سپاه پاسداران مطلع میشه و در اتاق شورای عالی امنیت ملی دربارش بحث میشه، دعوا میشه با وزارت خارجه سر اون انگشته که رفته تو دماغ که کی کرده، کدومشون جاسوس هم فلانن. بخش اعظم شورای رهبری مخفیانه شبکه جهانی القاعده در ایرانند. چجوری اینا فعالیت میکنن؟ بی تردید مخفی که نمیتونن، از چشم جمهوری اسلامی که مخفی نیستن و فعالیت هاشون، و باید امکانات داشته باشن برای این فعالیت. خب بسا در همکاری با جمهوری اسلامی دارن فعالیت میکنن. حالا صحبت میکنیم در این باره، نه فقط با مجوز جمهوری اسلامی. بزنین یه مثال بزنم و بعد ادامه بدیم برنامه رو. این که میگم همکاری منافع مشترک، شاید فرمانده توپخانه سپاه پاسداران در سوریه، در جنگ داخلی سوریه، میگه 2 سال قبل از اینکه داعش به وجود بیاد، که در واقع یعنی برادر دوقلوی القاعده به وجود بیاد، آقا امام خامنه ای قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه رو فرستاد سوریه، گفت برو اسد رو حفظ کن. مقام معظم رهبری به سردار سلیمانی فرمود که برو بشار اسد رو حفظ. مأموریت سردار سلیمانی این بود که توی سوریه نگذاره دولت بشار اسد ساقط بشه. اون موقع هنوز داعش نبود، مسلحین مخالفین بشار اسد تو خود سوریه، که اینو باید تفکیک کنیم. من تو عرایزم خواهم گفت که فرقشون چیه مسلحین و داعش. همینجا میگم مسلحین مخالفین بشار اسد بودن که قیام کرده بودن برای برکناری بشار اسد، اما داعش اونهایی بودن که سرزمین شام و عراق رو طلب میکردن، بعدن به وجود اومد. و تو این شرایطی که عزم میکنم، بخش عمده ای از سرزمین سوریه به دست دشمن افتاده بود، تا پشت دیواره های کاخ بشار اسد اومده بودن. این دشمن که میگه، میدونین همون توضیح کوتاهی که داد، مسلحین مخالفین بخش از مردم سوریه بودن، و که میگه تا پشت دیواره کاخ بشار اسد اومده بودند و بخش مهمی از کشور دست اون افتاده بود، 2 تا تشکیلات نظامی در واقع غیر مذهبی بودن، یکی سازمان افسران آزاد سوریه و یکی ارتش آزاد سوریه،
که هم در سوریه و هم در عرصه بین المللی اعتبار کافی داشتن برای به دست گرفتن قدرت. اسد باید حفظ می شد، چون اگر می رفت و جاش یک نظام غیر دینی نسبتاً دموکرات مستقر می شد، نقشه سیاسی منطقه کاملا به هم می خورد، کار از دست جمهوری اسلامی کاملا در می اومد. ببینید این جلسه ای که الان دارین می بینین، این صحبت هایی که هستش، یکی از جلساتی است که نمایندگان همون دو تشکیلات، یعنی افسران آزاد و دو تشکیلات غیر مذهبی و سکولار در واقع که بیشتر از ارتش، از رهبران، از فرماندهای ارشد ارتش سوریه بودن، رد در رهبریش، برای مثال عرض میکنم یکی از جلسه هاش که تشکیل شد در یک کشور دیگه ترکیه، در اون زمان 300 نفر شرکت کردن از گرایش های فکری و مناطق مختلف در سوریه، یعنی اینقدر اقتدار داشت. و خب اگه اینا قدرت می گرفتن، نه فقط تمام معادلات سیاسی در سوریه به هم می خورد، در لبنان هم به هم می خورد، در کشورهای دیگه هم به هم می خورد، به واسطه جمهوری اسلامی، به واسطه اینکه جمهوری اسلامی دیگه نمیتونست قدرت داشته باشه. بعد اومدن چیکار کردن؟ اسد، بشار اسد در واقع در مشورت با جمهوری اسلامی، یا بهتر از بگویم در راهنمایی که جمهوری اسلامی بهش میکنه، نیرنگ میزنه، در واقع خدعه میکنه، میاد بیش از 1500 نفر از سلفی هایی که زندانی بودن در سوریه و شاخه القاعده در سوریه رو به وجود آوردند، میاد اینا رو آزاد میکنه. طراح این کار نیروی قدس سپاه بود، قاسم سلیمانی، آقای امام خامنه ای. حکومت اسد اجراش میکنه تا چرا؟ تا هم مخالفای اصلیش بشن سلفی ها و القاعده و وهابیون، و هم نیروهای سکولار در جنگ آزادی بخش سوریه ضعیف بشن. نقشه میگیره که نتیجهش هم میدونین، وضعیت که بعدا پیش اومد. توی یک فیلمی که از آزادی حدود 1500 زندانی سلفی در سوریه منتشر شده، ببینید برای مثال زهران علوش، فرمانده کل جیش الاسلام، ائتلاف نیروهای جهادی سلفی سوریه هست که داره از خوشحالی میرخصه اینها، 3 ماه بعد از شروع اعتراضات خیابونی و جنگ داخلی سوریه، همین نکته ای که آقای فرمانده توپخانه سپاه در سوریه گفت و شنیدین، 3 ماه بعدش این آدم ها از زندان جزو 1500 نفری که آزاد میشن و فوری جیش الاسلام تشکیل میده این آدم، یکی از گروه های مهم سلفی سوریه، و بعد اینا میشن عضو از ائتلاف جبهه اسلامی سوریه. علوش البته 4 سال بعد در دمشق کشته شد. حضور این آزاد شدگان در تشکیل گروه های تکفیری چنان مؤثر بود که مخالفان بشار اسد بعدها او را متهم کردند که به عمد این افراد را از زندان آزاد کرده که با تشکیل گروه های تکفیری ابتکار عمل را از مخالفان سکولار و معتدل بگیرد. النظام قرر ان عدوه في سوريا هو الاسلاميين وان هذه الثوره التي بدات يجب أن تتحول إلى مجموعات إسلامية. أفرج عن حوالي 1000 إسلامي من السجون، من زهران علوش لغسان عبود. الأسماء الأساسية الإسلامية، الوجوه السلفية الأساسية التي تولت. بله، در خدمت آقای حسن دایی هستیم، پژوهشگر ارشد روابط بین المللی جمهوری اسلامی ایران. آقای دایی خوش آمدید و بسیار خوشحالم که باز در خدمت شما هستم در این برنامه. آقای دایی، همکاری جمهوری اسلامی و القاعده از چه زمانی و چگونه شروع شد؟ اصلا همکاری وجود داره یا اینکه نه فقط جمهوری اسلامی اینجوری که بعضی رسانه ها چه می‌دونم داخل و خارج از ایران تا به حال گفتند به فارسی و انگلیسی، جمهوری اسلامی رهبران القاعده رو دستگیر میکنه، به زندان میندازه، بازداشت میکنه، فلان میکنه و فعالیتی هم در کار نیست و اینها به این صورت ها. خواهش میکنم بفرمایید. سلام دارم خدمتتون، سلام به بینندگان عزیز. واقعش اینه که
آقای فلاحتی، بارها خدمتتون گفتم وقتی مسائل رو ما ممکن برای برخی از هموطنان بگیم باورش دشوار باشه. فکر کنم مثلا جنگ طلبان آمریکا، دشمنان جمهوری اسلامی این اخبار و گزارشات رو اختراع کردن و ساختن. واقعش اینه که دولت آمریکا، دولت‌های پیاپی، دولت‌های اروپایی، تمام تقریبا میشه گفت گزارشگران معتبر جهان این مسئله رو تایید کردن. رابطه جمهوری اسلامی نه با القاعده، با گروه‌های تروریستی که سنی یا غیر سنی باشن پنهان نیست، از قاچاقچیان مواد مخدر گرفته در اروپا یا همین گروه‌های تروریستی سنی گرفته، گروه‌های نئونازی، هر کدوم که به کارش بیاد به خدمت میگیره. در رابطه با القاعده باید یادمون باشه که مسئله فراتر از یک بدبستان یا یک رابطه عملیاتی و مشترکات زیادی بین جمهوری اسلامی با القاعده و تا میزانی هم با داعش وجود داشته و وجود داره، با هم همکاری کردن. این همکاری همونطور که اشاره فرمودید خب از دهه 90 میلادی، یعنی پس از تشکیل القاعده شروع شد، به خصوص گزارشاتی که هست در مورد بمب‌گذاری سفارت آمریکا در کنیا، نایروبی و در تانزانیا دارالسلام. میگن این گزارشات مبنی بر حمایت لوجستیکی و چی شد؟ ما داریم میشنویم صداتون آقای دایی. گزارش هایی داریم مبنی بر همکاری لوجستیکی، میشنویم صدای بنده رو؟ بله، یه صدای دیگری اومد، به فکرم افغانی بود یا پاکستانی. عرض کنم که مشخصا همکاری که شما اشاره فرمودید در مورد 11 سپتامبر، بعدش در مورد، یعنی مراحل مختلفی داشته، بعدش در مورد عراق که همون ابو مصعب زرقاوی رو که اشاره فرمودید، بعد میاد در همکاری با سوریه تا اینکه به الان رسیدیم. الان چشمنداز خیلی جدیده به خاطر اینکه خروج آمریکا از افغانستان تقریبا 100%، چشمانداز این که بخشای مهمیش رو دوباره طالبان به دست بگیرن هست، همکاری با القاعده معنای دیگری پیدا میکنه، همطور که همکاری با طالبان هست. مشخصا همکاری های کنونی که حالا میتونیم وارد جزئیاتش بشیم جمهوری اسلامی با القاعده داره، یکی در سوریه بوده که کم رنگ تر شده، برای افغانستان بسیار مهم خواهد بود، در یمن، عربستان، در سومالی و در شمال آفریقا و منطقه مغرب. اینها برای جمهوری اسلامی بسیار با اهمیته و این نکته هم که شما اشاره فرمودید این مهمه. ببینید قبلا هم در ایران بودن، بهشون کمک میرسونده جمهوری اسلامی، از 2001 تا کنون این کاملا مشخصه و مستند. اما الان صحبتی که هست اینه که میگه رهبران القاعده که در ایرانن کسانی هستند که در واقع رهبران اصلی القاعدن، یعنی کل شبکه فرماندهی القاعده مهماشون در ایران، جمهوری اسلامی نظارت داره. این مدار جدیدی از همکاری و اینه که جمهوری اسلامی مثل یک پدرخوانده داره اینها رو زیر بار و پل خودش گرفته. آقای دایی، اگه بخوایم وارد به اصطلاح صحبت مصداقی بشیم به قول اصلاح طلبای جمهوری اسلامی، بیشترین اسناد در همکاری جمهوری اسلامی القاعده، یک مصداقش مربوط به دوره‌ای است که ابو مصعب زرقاوی رهبر القاعده در عراق بود. مهمترین اطلاعات که در این زمینه میشه داد چیه؟ میگم بخوایم مشخص صحبت بکنیم درباره یک نمونه همکاری. بله، خیلی مهم هم هست. ببینید موقعی که سال 2002، یعنی یک سال قبل از حمله آمریکا به عراق، مشخص شد برای جمهوری اسلامی که آمریکا به عراق حمله خواهد کرد و صدام سقوط میکنه، اینها برنامه مشخص، استراتژی مشخصی رو برنامه ریزی کردن تا بتونن عراق رو تحت کنترل خودشون در بیارن جمهوری اسلامی. اون موقع به غیر از حزب الله که در لبنان بودی که مهمترین بازوهای سپاه قدس، بازو خارجی، سپاه بعد بود که مشخصا در عراق به اصطلاح فعالیت میکرد، مخصوص عراق بود. رئیس سپاه بعد اون موقع ابو مهدی مهندس بود. برای اینکه بتونن در عراق فعالیت بکنن اومدن ابو مهدی مهندس رو از فرماندهی سپاه بعد برداشتن، فرماندهیش دادن به هادی عامری. مسئولیت ابو مهدی مهندس شد فقط عراق که بره اونجا آمادگی برای مقابله با آمریکا و کسب هژمونی جمهوری اسلامی. ابو مهدی مهندس همون فردی است که با قاسم سلیمانی توی ماشین بودن و کاملا کشته شدن. ببخشید بفرمایید.
بله بله، واقعش اینه که اگه بخوام بگیم، اگه بگیم در این 40 سال گذشته سه تا رهبر نظامی به اصطلاح سپاه قدس یا عملیات برون مرزی جمهوری اسلامی بودن که بالا سر همه قرار میگیرن، خب یکیش قاسم سلیمانیه، دومی عماد مغنیه بود فرمانده نظامی حزب الله که در سال 2008 در انفجار بمب در دمشق کشته شد توسط اسرائیل، و بعدم همین ابومهدی مهندس که تجربه طولانی از 1993-94 در عملیات تروریستی بود در کویت، در عربستان، در ایران زندگی میکرد. اینو فرستادن عراق. جمهوری اسلامی استراتژی که برای عراق ریخته بود خروج آمریکا از عراق و کسب هژمونی در اونجا، یک استراتژی چند جانبه بود، هم در قدرت مشارکت میکرد در کنار عراق، هم کلی همین ابومهدی مهندس کتایب حزب الله و بعد اصائب گروه های مختلف درست کردن برای مقابله با آمریکا کردن، و من جمله بخشی از این استراتژی کمک کرد به برخی از گروه های غیر شیعه برای مقابله با آمریکا بود. در این چارچوب ابومصعب زرقاوی از ایران بارها، از افغانستان از طریق ایران به اونجا رفت، تحت حمایت ابومهدی مهندس و سپاه قدس مسلح شد، بهش حمایت مادی و لوجستیک تسلیحاتی میکردن تا گروه توحید جهاد خودش رو اونجا راه انداخت که بعداً شد القاعده عراق و بعداً تبدیل شد آرام آرام به داعش در داعش. اما مصعب زرقاوی در آغازش یکی از مهمترین گروه های سنی بود که حملاتی علیه آمریکایی هم کرد، یعنی دو گروه بودن که با آمریکایی ها به طور مشخص تحت حمایت جمهوری اسلامی مبارزه میکردن، یکی همین گروه ابو مصعب زرقاوی بود، یکی خود کتایب حزب الله که ابو مهدی مهندس فرماندهیش رو میکرد. این ادامه پیدا کرد تا اینکه در سال 2006 کشته شد. اسناد و مدارکی که معتبر بین المللی، نه فقط آمریکا، انگلستان و بقیه که در عراق بودن، در مورد نقش ابو مصعب زرقاوی، نقش سپاه قدس و به اصطلاح ابو مهدی مهندس در حمایت مادی، لوجستیکی، نظامی، همه گونه از ابو مصعب زرقاوی هست، که باز هم تکرار میکنم مادر داعش بود. یعنی این اول توحید جهاد بود، شد القاعده در عراق. در سال 2006 که زرقاوی کشته شد، در اکتبرش بکنم پایان سال 2006 بود که اینا اومدن رهبری جدید اسمش اعلام کردن دولت اسلامی عراق، و سالها بعد شد دولت اسلامی عراق و شام یا همون داعش. بله. ببینید حالا میرسیم به اینکه چقدر اشتراک منافع دارم، ولی درباره همین ابو مصعب زرقاوی که در واقع پشتیبانیش و با توجه به ویژه با فرمایشات شما و اسناد روشنی که وجود داره، و ابو مصعب زرقاوی همون کسی است که بمب‌های کنار جاده رو بیش از بقیه در واقع تونست تهیه بکنه و منفجر کرد و هم کلی آمریکایی کش، هم کلی عراقی، و هم انفجارهایی که در شهرهای به اصطلاح مقدس عراق انجام شد. ببینید، ولی همین آدم یک سال قبل از کشته شدنش در سپتامبر 2005، شهریور 84، دست فرمان صادر میکنه برای حمله به شیعیان عراق، که این کارم میکنن. اینو چجوری میشه توجیه کرد آقای دایی؟ در چارچوب همکاریش با جمهوری اسلامی یا بیرون از اون، یا به هر حال چگونه میشه باید توجیه کرد؟ یا آدمی که اینقدر با ابو مهدی المهندس، یعنی با قاسم سلیمانی اینقدر نزدیکه و امکانات اینقدر از جمهوری اسلامی ایران میگیره، چجوری همچین فرمانی صادر میکنه؟ و خب بخشی از وهابی هم هستن که به شدت ضد شیعه هستن. خب بله، این ناشی محصول سیاست چنگانه جمهوری اسلامی در عراق بود. عرض کردم یه استراتژی چند وجهه بود. یکی از وجوهش این بود که اینها می‌خواستن سنی ها که قدرت رو در زمان صدام داشتن رو حذف بکنن. آرام آرام اول شروع کردن با رهبران سنی ها اینها رو حذف کردن، ترور میکردن، همه گروه شیعه وابسته به سپاه بعد، مشخصا سپاه بعد در این سنی کشی دست داشت، بیشتر از سیاسی شروع کردن. آرام آرامی تبدیل شد به جنگ فرقه شیعه سنی، یعنی اینا برای حصر سنی ها دست به ترور زدن، دست به سرکوب زدن، و بعد خود اشتباهی هم که دولت آمریکا کرد به اسد زدایی که تبدیل شد به سنی زدایی، این مخلوط شد.
ایرانی ها بخششون دست به شورش برداشتن، آرام آرام تبدیل به جنگ فرقه ای شد. جنگ فرقه ای در غایتش به ضرر جمهوری اسلامی نبود. در چهار سایه این جنگ فرقه ای هزاران نفر از رهبران سنی، روشنفکرا و مخالفین خودش، حتی شیعیان رو هم کشت. حتی در یکی از اسناد رسمی سفارت آمریکا مال 2008 میگه همین عادی عامری رئیس سپاه برق شخصا در قتل 2000 نفر از سنی ها دست داشت و حتی با مته پیشونی اینها رو سوراخ میکرد. در رودخانه دجله جنازه گاه اوقات 100 تا جنازه پیدا میشد. اصلا تو گزارشات رسمی آمریکا هست این سنی کشی و از اون طرف تبدیل شد. آرام آرام ابو موسی زرقاوی در اون محیطی که بود در فلوجه و جاهای یعنی مناطق سنی نشین با سنی ها متحد شدن، وارد این جنگ فرقه ای شدن. دیگه این بخشش در کنترل جمهوری اسلامی نبود، اگرچه در غایتش این سیاست چند وجهی برای جمهوری اسلامی با هم تضادهایی داشت، ضررهایی بهش میرسون، ولی در غایتش حتی از جنگ فرقه ای هم ضرری نکرد و به نفعش بود، تونست خیلی سرکوب ها رو به پیش ببره. ببینید هادی العامری نقش خیلی مهمی داشت در این کشتارها و در این پیش بردن جنگ ایدئولوژیک جمهوری اسلامی و همکاری دو جانبش. در واقع مختصری قبل از اینکه درباره فعال همکاری های در واقع جمهوری اسلامی و القاعده در آفریقا صحبت بکنید، خواهش کنم درباره هادی العامری کوتاه بفرمایید که کجاست، سرنوشتش چی شد. خواهش می‌کنم. و هادی عامری هست، خیلی به حاشیه رانده شده. این بخش جدید هشت و شعبی و اینها زیاد اهمیت نداره. یادمون نره حذف قاسم سلیمانی و ابو مهدی مهندس هشت و شعبی رو ضعیف کرده. به طور کلی هادی عامری ضعیف شده. الان امثال مثل قیس خزری و اینا زیاد بهش بها نمیدن و ایدئولوگ اینا مهم اینا ابو مهدی مهندس. ولی خب هادی عامری سالها فرمانده سپاه بعد بود، از بالاترین آدم های اینها بود، وفادار به اینا بود، حتی در جنگ ایران و عراق به اصطلاح بود، اونجا حضور داشت، شرکت داشت و در قتل مخالفین جمهوری اسلامی هم به طور مشخص این بخشی که هادی عامری بود دست داشت. یک جانی بالفطره واقعی است که در خدمت جمهوری اسلامی به طور خالص. ببینید القاعده در آفریقا از اول تأسیسش حضور داشته و بسیار مهم بوده. آفریقا برای جمهوری اسلامی در چند دهه گذشته کلی سرمایه گذاری کرده که میدونیم دیگه، در چند کشور آفریقایی. اولا چرا آفریقا برای هر دو مهمه، هم برای القاعده هم برای جمهوری اسلامی اینقدر مهمه در واقع؟ و ثانیا آیا منافع مشترک و همکاری دارن جمهوری اسلامی و القاعده در آفریقا یا رقیبن در واقع اونجا؟ از کنم که مرزهای اینکه کجا رقیبن، کجا دشمنن، کجا همکارن گاهی اوقات مقتوش میشه، ولی در کل یادمون نره که آفریقا نزدیک 400-450 میلیون مسلمان داره، یعنی حدود 40% کل جمعیت آفریقا اینا مسلمانن. شیعه البته خیلی کم. برای جمهوری اسلامی نقش بسیار مهمی داره، نمیتونه ادعای تسلط بر جهان اسلام داشته آفریقا رو فراموش میکنه. بیشتری یکی بیشتر به غیر خاورمیانه، ببینید اگه ما خاورمیانه، هند و افغانستان رو بگذاریم کنار، حتی مثلا جامعه المصطفی بیشترین فعالیتش تو آفریقاست. در 18 تا کشور دفتر مستقیم داره. بیش از 12,000 طلبه آفریقایی در المصطفی دارن تحصیل میکنن. خیلی اونجا سرمایه گذاری کرده. عملیات تروریستی هم میکنه. براش اهمیت زیادی داره، برای اینکه همون عرض کردم تسلط بر جهان اسلام. و مهم اینه کشورهایی که در کنار دریای سرخ هستن، این بسیار براش مهمه تو آفریقا. یعنی اگه ما از پایین شروع بکنیم، از سومالی شروع میکنیم، سومالی هستش، بعد جیبوتی، بعد میره به اریتره، بعد میره به سودان. این چون تسلط بر تنگه باب المندب داره و چون دریای سرخ به کانال سوئز محل عبور به فلسطین برای جمهوری اسلامی بسیار بسیار مهمه، برای یمن اون طرف تنگه باب المندب، برای همین این منطقه استراتژیک برای جمهوری اسلامی مهمه. خرج زیادی کرد در جیبوتی و اریتره و سودان بود که بعدا همه این سه کشور بیرونش کردن، الان دخیل بسته به القاعده الشباب در سومالی به کمک اون بتونه اونجای پایگاهی داشته باشه. اما مهمش اینه که به کمک القاعده عملیات تروریستی انجام میده.
این عملیات تروریستی برای بازگیری خیلی خوبه، میتونه به اصطلاح حضور خودش رو حفظ بکنه، در بازی‌های سیاسی این کشورها وارد بشه. یه مثال بزنم از کارهایی که میکنن، مثلا همین الشباب در سومالی دو روز بعد از قتل کشته شدن قاسم سلیمانی و ابو مهدی مهندس، همین الشباب در کنیا یعنی در همجواری سومالی حمله کرد به پایگاه مهم آمریکایی، 3 نفر آمریکایی رو کشید، درگیری چند ساعته بود. این دقیقا به تلافی قتل قاسم سلیمانی بود. و در کنیا هم عملیات تروریستی که شده علیه منافع اسرائیل باز هم توسط القاعده بوده. در اون منطقه مغرب یعنی شمال مغرب یعنی مراکش و الجزایر و تونس، اون منطقه شاخ آفریقا برای جمهوری اسلامی، برای اینکه وصل میشه به لیبی، بعد میشه به مصر، میشه پشت غزه، میشه پشت فلسطین، بسیار مهمه اینا. در سودان رفته بود کارخونه اسلحه زده بود که بتونه از اون مسیر اسلحه برسونه به فلسطین. در اونجا هم به کمک القاعده کارهای تروریستی میکنه، با جنبش پولیساریو که علیه مراکش متحد شده. یعنی همکاری که داره با القاعده یا استفاده‌ای که از القاعده میکنه برای عملیات تروریستی، برای نفوذ. و این فقط القاعده هم نیست، چون شیعیان در آفریقا کمن، شیعان 12 امامی با دیگر گروه ها، حتی سنی ها هم جمهوری اسلامی متحد میشه و بارها و بارها محموله های سلاح و عملیات تروریستی جمهوری اسلامی در آفریقا کشف شده. ببینید اگر ما بخوایم تیتربار تو این یه دقیقه آخر نقاط اشتراک ایدئولوژیک القاعده و جمهوری اسلامی رو، یعنی در دنیای سیاست بخوایم بگیم چی هستن؟ ببینید محصول اینا خانواده بنیادگرای اسلامی هن. اختلاف دارن، تضاد دارن، درگیری دارن، مثل جناح‌های جمهوری اسلامی هن. با هم تضاد و همه چی دارن، ولی نباید اشتراکاتشون رو فراموش کرد. واقعشه که این محصول بنیادگرایی که در آغاز قرن بیستم در کشورهای اسلامی پس از ورود تمدن اروپایی، فرهنگ اروپایی و مدرنیته در پاسخ یعنی در عکس العمل به اونها، این بنیادگرایی اسلامی راه افتاد که مهمش همون اخوان المسلمین بود که شما اشاره فرمودید، در اونجا تشکیل شد. مرشد اینها، رهبر اینها سید قطب بود که هم رهبر خامنه ای بود هم رهبر القاعده. اینا از یه خانواده هستن. 3 تا واقعه هم به رشد بنیادگرایی کمک کردی که انقلاب اسلامی که جمهوری اسلامی قدرت سیاسی رو گرفت، این به طور بی‌نظیری به تمام بنیادگرایان گفت که میتونی قدرت رو به دست بگیری. 30 ثانیه وقت داریم. برشون مهم بود. یکی جنگ افغانستان بود که آمریکا حمایت کرد، یکی هم پایان جنگ سرد و فروپاشی شوروی. همه این سه عامل کمک کرد که بنیادگرایی رشد بکنه و جمهوری اسلامی پدرخوانده این بنیادگرایی، در این تردید نباید کرد. بنیادگرایی در واقع ضد غربی بودن، محور ضد غرب، ضد تمدن غرب، یهود ستیز، زن ستیز، دیگراندیش ستیز، اعمال خشونت و همینجور. بسیار سپاسگزارم آقای حسن دایی که باز امشب در خدمتتون بودیم. ممنونم. فردی آخر. ببینید تمام زنهایی که میرن تو بهشت شوهر دارن تو بهشت. تمام. زن بی شوهر تو بهشت نداریم. ما تا به مردای زن زیادتر از من. شما اگر برید تو بهشت سرشماری کنید زنهای بهشتی بیشتر از مردان. شب و روزگار خوش.